سلام همراهان همیشگی، خیلی خوش اومدید به آشپزخونه خودتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. طرز تهیه و آموزش نرگسی اسفناج رو براتون دارم که خیلی مقوی، خوشمزه و آسون و راحت آماده میشه. سه سوته 500 گرم اسفناج، تقریبا 3 عدد تخم مرغ، نصف پیمانه پیاز داغ، 4 حب سیر، فلفل سیاه و زردچوبه هم به اندازه لازم. دوستان اسفناج رو خورد کردم به این اندازه، سیرم رنده کردم، مواد همه کنار دستمون هستش به خاطر سرعت کار. بریم که آماده کنیم. به خاطر اینکه این اسفناج و بیبی اسفناج هستش خیلی سریع آماده میشه، نمیخوایم که این آب پس کنیم. اما اگر اسفناج ایران هستش که یه مقدار دیر پس هستش، میتونید در ابتدا یه مقدار 10-15 دقیقه بخار پس کنید، بعد اونو نیم کوب کنید. یه مقدار روغن به تابه اضافه میکنیم به اون اندازه که دوست دارید. سیری رو که رنده کرده بودیم اضافه میکنیم. دوستان من از پیاز داغ استفاده میکنم به خاطر اینکه سرعت کار میره بالا اگر وقت نداشتید و طعم این نرگسی رو خیلی هم خوشمزه میکنه. اگر که پیاز داغ در دسترس نداشتید، میتونید یک عدد پیاز رو خرد کنید نگینی، قبل از سیر یه مقدار سرخ کنید که سبک و شفاف بشه و سیر رو سرخ کنید بعد اسفناج. یه سرتفت خیلی کم سیر رو میدیم، نمیخواییم که زیاد سرخ کنیم، فقط قطر خوشش بلند بشه. پیاز داغ رو بهش اضافه میکنیم. اسفناج با حرارت زیاد سرخ میکنیم که آب نندازه سریع. نصف قاشق چای خوری کمتر بهش زردچوبه میزنیم و یه مقدار فلفل سیاه، یه مقدار نمک. به هم سرخ میکنیم. دوستان سرخ کردن اسفناج خیلی زیاد سرخ کردن یا کم سرخ کردن بازم سلیقه ای هستش. میبینید اینقدر این اسفناج ها ظریف هستش که خیلی سریع سرخ شد و نرم شد. اسفناج که سرخ شد به روغن افتاد، دیگه تخم مرغ رو اضافه میکنیم. بازم شکل و فرم تخم مرغ سلیقه ای هستش، میتونید اینو مخلوط کنید با هم با اسفناج یا اینکه بذارید همینجوری ببنده. در مایتابه رو میذاریم تخم مرغ ببنده. دیدید که 2-3 دقیقه هم طول نکشید آماده شد. بریم که با هم سرو کنیم. اگر بخواید که برای پیش غذای مهمونی سرو کنید، میتونید یه مقدار گردو هم نیم کوب کنید یا خرد کنید به روی این نرگسی بریزید و خیلی شیک و مجلسی میشه. عزیزان دلم، نرگسی اسفناج ما آماده شد خیلی سریع راحت و این غذای مقوی رو امیدوارم که شما درست کنید. هم میتونید برای پیش غذا استفاده کنید در مهمونی ها، هم که برای خودتون که خیلی این غذا مقوی هستش. از عطر و بوش نگم براتون که کل فضای آشپزخونه رو بوی سیر و این نرگسی اسفناج گرفته. ممنونم که همراه ما هستید، دوستتون دارم مثل همیشه و آرزوی بهترین ها میکنم براتون. دوستان عزیزم، اگر که ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک و سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.